الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا واقع در بین الحرمین شریفین و از جوار آستان ملائک پاسبان قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان و در خدمت محقق نام آشنای جهان تشیع آیت الله جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم و عنوان بحث برنامه ما نقد عرفان یا عرفای اصطلاحی یا سقیفه‌ای. جناب استاد خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، سلام محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که در این فضا زحمت میکشند و بحث خودمون را با سلام به محضر آقا حضرت ابوالفضل که در مجاورت ایشون هستیم شروع میکنم. بسیار عالی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لامر الله، السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. اگر پیگیر برنامه های ما بوده باشید، در جلسات گذشته جناب استاد شواهدی رو بیان کردند از اقوال و کلام و سخنان عجیب و غریب متصوفه که خود را لقب عارف داده اند و ادعاهای عجیب و غریب، سخنان عجیب و غریب، احادیث عجیب و غریبی که العیاذ بالله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده و میدهند. در این جلسه بیشتر استفاده میکنیم. از محضر استاد لطفاً توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که سقیفه یک کودتا بود، قدرت را بردن، علم نداشتن، برای جبران کمبود علم، کمبود فقه، دو مرحله کوشش کردند. یکی در قرن چهارم بود که چهار مذهب را رسمی اعلام کردند. پس معلوم میشه تا قرن چهارم مذهب فقهی نداشتن. یعنی کل امت اسلام غیر شیعه از نظر مذهب به صراحت لا مذهب بودن. بله، به تعبیری در لا مذهبی به سر می بردن قطعاً. یک نفر هم از خودشون نپرسید راستی این خلیفه اول از دنیا رفت مذهب داشت، مذهب فقهی؟ نه. جالب اینه در قرن چهاردهم و پونزدهم قمری هستیم امروز. بله. کل امت اسلامی غیر شیعه از دنیا میروند دارای مذهبن، یا شافعی یا مالکی یا حنفی یا حنبلی. یعنی حدود 1200 ساله که همچنان این چهار مذهب که در قرن دوم به وجود آوردن، به وجود آوردن، قرن چهارم رسمی شدن. آفرین. در قرن چهارم رسمی کردند، حدود حالا 12 قرن، 10 قرنه که این مذاهب و هر مسلمانی که از دار دنیا میره باید بر یکی از این مذاهب چارگانه از نظر آقایون از دنیا بره. بله. تکلیف مسلمین صدر اول اسلام، صحابه، تابعین چی میشه؟ بله. اینا همه بدون مذهب. بله.
هم سه خلیفه اول بدون مذهب بودن، هم هفت نفر بخشی شش نفر صاحب سنن و چی؟ صحاح. اینا هم از دنیا رفتن، هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت قبول نکردن که قبل از اینها بودن صاحبان مذهب اهل سنت. جالبه. بله، یعنی صاحبان صحاح بعد از صاحبان مذاهب بله. سر کلشون پیدا شد. پس بنابراین هم سه خلیفه، هم شش صاحب سنن و صحاح زیر بار مذهب نرفتن، لا مذهب چی؟ فقهی بودن. اینا آمدن هم فقه ساختن، یعنی پیروان مکتب چی؟ سقیفه. هم دیدن کم میارن، یک سری مسائل باقی مونده، گفتن ما کسانی را پیدا کنیم. حالا ما اینا میگم اونایی که تخیلی بودن، ناراحتی نمیدونم روانی داشتن، اسم اینها را گذاشتن اینها عارفن. یعنی چی؟ اینها اهل سنت هستن، از طرف خدا یک کانال مستقیمی دارن، مسائل میگیرن، مکاشفه دارن. یعنی چه؟ بله اینها عارفن. بقیه چیان؟ غیر عارفن. عارف با غیر عارف فرقش چیه؟ با فقیه فرقش چیه؟ اینها خودشون با خدا یک ارتباط مستقیمی دارن، اصلا متعهد به این که تابع نمیدونم ترمذی باشن، تابع بخاری باشن یا شافعی باشن نیستن، مستقلن، نیازی به شریعت ندارن، همونی که خودشون تقسیم میکنن شریعت بله. و طریقت به حقیقت به حقیقت بله. خب اینها مساجدشون نخیر آقا خانقاه دارن بله. نمازشون چیه؟ رقص سما هست. چی میگن؟ مستقلن. خب مثلا نمونهش اینجاست، الجنت و سجن العارفین. حالا جناب استاد در این برنامه اشکال نداره که مجدد این کتاب رو شما معرفی بفرمایید یه بار دیگه. بله، این فرهنگ معصورات متون عرفانی است، یکی از علمای دانشگاه تدوین کرده است، 2 الی 3 سال کار ما را چی؟ آسان کرده، حدود 50 و چند کتاب را طبق سلیقه خودش، نه اینکه همه اینجاست، بله حدود 5-6% از بله آقای دکتر باقر صدر نیا. این کتاب خوبی است برای کسانی که اجمالاً میخوام بفهمن عرفان چیه، ولی عرض میکنم از کتب عرفانی 5% حدوداً فرازهای رو آوردن شده. ولی در این حال نکته های خوبی آورده، خوشم اومد. یعنی از 54 کتاب معروف عرفانی بل. نزد عرفا شناخته شده حدود عرض شود که ایشون کمتر از 5% کرده و جمعاً حدود 5% از اون 54 کتاب در این یک جلد کتاب گردآوری. مثلا در جلد در صفحه 211 یک عبارتی داره از آقای یحیی معاذ رازی نقل کرده. نظر شما راجع به عارفین چیه؟ میگه الجنت و سجن العارفین. الله اکبر، واقعا سبحان الله و الله اکبر. بهشت خدا جنت ارض هست سماوات و الارض. میگه برای صوفی یک چیه؟ بهشت زندانه. سجن که اصلا به عبارتی زندان. یعنی عرفا انقدر به خدا نزدیکن، غیر خدا را قبول ندارن، اصلا بهشت خدا را هم به رسمیت نمیشناسن، مگر بهشت هم میخوان فرار کنن، کجا برن؟ بهشت با عظمت که عرض و از سماوات و الارض براشون زنده. خود قرآن گفته است عنده جنت المعوا. جنت البته در روایت معصومین علیهم السلام اهل بیت داریم که از دنیا سجن المؤمن. همین دیگه میخوایم بگم، میخواستن مقابل احادیث اهل بیت یه چیزی بگن، یعنی به تعبیر امروزی یه خود همچین قلمبه‌تر و درشت‌تر و مثلا اضافه بیارن، طلبکار بشن، کم نیارن و بلکه مثلا به تعبیر خودشون شاید پیغمبر راضی به بهشته، اینا راضی نیستن. این همه ادعیه معصومین که اللهم ادخلن الجنه بله. حالا همین آقایان در یک کتاب نوشتن بهشت زندان است برای صوفی یا برای عارفان. عجب، اینقدر شما روح گنده دارید. قرآن میگه جنتون ارض هست سماوات و الارض، بهشتی که پهنایش به اندازه کل آسمان و زمینه. اجازه بده امروز حد آخرین محصول
تلسکوپ های قوی اینه. 110 میلیارد سال نوری اگر شما بروید، یعنی در هر ثانیه حدود 300 هزار کیلومتر بروید، در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر همینطوری برید، 110 میلیارد سال بروید، تازه به بعضی از سیاه چال ها میرسید. بقیه چی؟ هنوز خبری؟ نامتناهیه. خدا در قرآن میگه بهشت پهنایش به بزرگی آسمان و زمینه، به تعبیری ارزش، حالا طولش چه بله. اندازه هست؟ بله، ارزه به قول از تالی ظاهرم به معنای ظرفیته، درست؟ بله. حالا ایشون میگه ما روحمان، ما صوفی های طرفدار ابوبکر و عمر و عثمان، سقیفه انقدر روح ما بزرگه، بهش برای ما زندانه، بهشتی که رسول خدا اهل بیت عصمت و طهارت در دعا میگن خدا یا پیش خودت در بهشت ما جا بده. حالا همین آقایان با فاصله ببینید یک سطر، قال رسول الله الجنت غایت الطالبین، در همون صفحه، همون صفحه بغل هم، پیغمبر فرموده بهشت آخرین درخواست درخواست کنندگان مؤمنینه. آقای صوفی میگه نه، برای ما چیه؟ زندان. زندانه، یعنی تو از پیغمبر بالا رفتی، اون چی که نقل کردی میدونی مفهومش چیه؟ اصلا اهل تدبری؟ عرفانی که بنده عرض میکنم، اصلا عرفانی که روی فکر سقیفه باشه، یک انحراف بیینه. در کره زمین، در اسلام بگردید، علمی به نام عرفان نبوده، نبوده، هرچه بوده فقه بوده، فقه به معنای قرآنی ها، یعنی اعم از خداشناسی و کلام و فقه و قصص الانبیا و فقه مصطلح دین شناسی. شما یعنی فرمودید که علمی به نام عرفان نبوده. نبوده، بلکه باید عرض بکنیم که چیزی به نام عرفان نبوده، چون این علم نیست. ما الان هم که داریم بررسی میکنیم یه نکته علمی از اینها کشف نکردیم، یعنی این ما چرا تناقض کشف کردیم؟ بالاخره این ما هستیم و این عقلا و این علما و این دانشمندان. اون چه در این جلسات گذشته یه بیانات ما خوندیم کجاش یه نکته علمی بوده؟ بلکه همه مخالف علم بوده، بلکه همه مخالف علم، مخالف عقل و خرد دانش بشری بوده. جالب این است که سطر بعدی از بایزید بسطامی نقل می کند اهل المحبه محجوبون به محبتهم. عجب. در قرآن کریم سوره متففون، متففین، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. محجوبون راجع به کیا؟ کفار و کفار روز قیامت در حجاب از خدا هستند. اینجا میگه اهل محبت تولد به خاطر محبتشون در حجابن. اینها قرآن نخونده بودن؟ اهل بهشت در حجاب، اهل جهنم هر چه به خیال. ببینید من تاکید میکنم عرفایی مثل ابن عربی، مثل جنید، مثل آقای ثابت ابن انتر، منصور حلال، تمام اینها نوعی بندگان خدا، نوع خاصی از مسائل روانی بودن. یک آدم استاندارد هیچ وقت نمیاد بگه من عارفم. چی هستید عارف؟ بهش برای من زندانه. خب پیغمبر اسلام را قبول داری؟ بله. چه فرموده؟ فرموده آخرین خواسته انسانهای مؤمن بهشته. این بندگان خدا در حقیقت انسان‌های همون که تو فرمودید نامتعادلی بودن، متعادل تعادل نداشتن. حتی ببینید این تعریف و تمجیدهایی که از خود میکنن، این خودش خلاف اخلاق و خلاف قرآن و خلاف فرمایش اهل بیت. لا تزکو انفسکم. بله. اینها هی خود رو بالا میبرن، بلکه در احادیث پیامبر و اهل بیت و العیاذ بالله چی پایین میارن. خب ببینید این مطلب را شما بگردید، کل صوفیان سقیفه ای، عرفای اهل سنت این را همه ایمان آوردن. ببینیم درسته؟ قال رسول الله حب و ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما نفاق. این مقابل اون حدیث معروفی که حب و علیین به
ایمان و بغض او یا خلاصه اینا سیئه، بله از اون ور حب او ایمان و حسنتون لا تزر معها سیئه، بله بغض او و بغض او سیئتون لا تزر معها حسنه، بله در مقابل اون احادیث نورانی برای امیرالمومنین خب خاصه خب. این طرف هم درست میگم آقا فعلا موقتا علیاذ بالله با شما موافق، فرض دیگه موافق بگیم هر کس بله حب ابی بکر عمر را داره مؤمن، بغضش داره چی؟ منافق. فعلا مصالحه کنیم، فرض که اشکال نداره. بله دنبالش چی فرمودید؟ الحب جور کله، یعنی چه؟ محبت و دوستی جور است، جور ظلم و ستم و جفاست. این به چه معناست؟ اصلا میدونید چی میگید؟ اصلا آقای عارف اصلا تعادل داری؟ اصلا بیا اینو برای ما معنا کن، یعنی چی اون وقت محبت ظلمه؟ امام باقر فرموده حل الحب، حل الدین الا الحب، حل الدین الا المحبه، پایه دین روی چیه؟ محبته. محبت بین بشر و خدا، بین بشر و بشر. حالا در بعضی از روایات حل الدین الا الحب والبغض، بله که اون هم باز تولی و تبری، بله تبریه، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. اون جمله ای که امام باقر میفرماید حل الدین الا الحب به این معناست. اساسا حاصل دین چیه؟ نتیجه چیه؟ محبت دیگه. بله. خدا به بشر محبت داره، بشر به خدا و بشر دیگر، انسان ها به یکدیگر چی؟ محبت کنن. محبت نتیجه دین تثبیت بشر بین چیز، محبت بین بشر. که در روایت دیگری فرمود هل الدین الا المروءه، آیا دین چیزی جز مروت، انصاف، جوانمردی؟ بله. بعد یه آقای گفته حب الحره من الایمان تعشق ولا بالحره. رسول خدا فرموده دوستی گربه جز ایمانه، مثل النظافت من الایمان. بله عشق ببرزید ولو به حره. دقت کنید شما که این مقدار عشق و محبت را ملاک میدونید در فلان صحبت، اینجا گفتید تمام حب، تمام انواع حب، چون مطلقه با مقدمات حکمت چی میشه؟ معنای کل میده. تمام انواع محبت جورون کله، اول با مطلق آورده بله. درست بعدن کل ما انواع، تمام انواع اقسام محبت جور ظلم است. این گوینده عقل داره؟ شعور داره؟ این که من میگم اینا تعادل نداشتن، دستهای صهیونیست‌های زیرزمینی مانند دانه‌های تسبیح اینها را شناسایی کرده، اسمشون رو گذاشته چی؟ عارف. اینه، اجازه بده سه تا مطلب شد. از یک طرف محبت ابوبکر عمر چیه؟ ایمانه. ایمان. دوام شد. از یک طرف میگه که تأکید میکنه حتی گربه دوستی هم از ایمانه. ماشاءالله دامنش ببین، ابوبکر دوست داشته باش، عمر را دوست داشته و گربه را هم دوست داشته باش. از اون طرف هم میگه که تمام انواع و اقسام محبت خودش جور و ظلمه. این آدم واقعا نیاز به مراجعه به تیمارستان داره یا نداره؟ همش در تناقض. اون طرف حالا چرا این همه حیوانات الهی چرا اومده گربه رو گفته؟ شاید در یه جورایی می‌خواد تایید کنه آقای ابو هریره را، چون ابو هریره یعنی پدر گربه، بلکه هریره هم تصغیر گربه است، یعنی گربه بچه کچولو. گربه بله. ایشون هم گویا نقد شده همیشه یک بچه گربه ای در آستینش و همراهش بوده، بله گربه باز بوده، بله ولذا حالا شاید یه تعریضی به ایشون داره. بله. محبت گربه از ایمانه، یعنی ابو هریره اهل ایمان. چه گفتیم آقا؟ عرفا با یزید بسطامی ها، جنید ها، منصور حلاج ها، ابن عربی ها، هیچ تعادل، چهارچوب، خط قرمزی در فضای دین ندارن. یک جمله بگم، این آیه هست نیست در قرآن آقای مؤمن آخر؟ بله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار، همین مقدار. بله اشداء علی الکفار یعنی چی؟ در مقابل کف محکم باید بیسته دیگه. بله خب این روایت چیه؟ آقای ابراهیم ادهم عبارت رو ببینید، حسن خلقک ولو مع الکفار. این به چه معناست؟ چگونه با اون آیه جور در بیاریم؟ خیلی جالبه، یعنی اون یه آیه
قرائت فرمودید، اینم یه حدیث. حالا اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، برگردیم ربط این حدیث جعلی را با اون آیه بسنجیم. بسیار عالی. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان، با فرستادن چند صلوات بر پیامبر و آل پاکش و دعا برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک فرصت کوتاهی رو بگیریم و بازگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه بیانات در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب استاد آیه یو مطرح فرمودن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار. خب در برابر این آیه یک حدیث جعلی آقایون متصوفه ساختن، ببینیم که این حدیث با این آیه چه اندازه همخوانی داره یا نداره. قرآن کریم میفرماید قدرت اسلام در قبال کفر نباید کم بیاره. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. آیات متعدده. همین ترهبونه نکته خوبی آوردید که خیلی مهم بود برای من، چون ذهنم اون آیه نمیومد. شما مؤمنین قدرتی پیدا بکنید دشمن زمان شما بترس از شما. زمان پیغمبر از چی میترسید؟ و من رباط الخیل. در هر عصری ببینید رباط خیل مصداقش چیه. این آیه قرآن ماست. از اون طرف میگه صحابه واقعی پیغمبر اشداء علی الکفار. درست. مصداقش علی بن ابی طالب بود دیگه، با مرحب با عمرو بن عبدود چطور برخورد کرد؟ در بدر و احد و صفین و حنین و و و و چندین بار بنده جمع کردم در کتابی چاپ شده، مچ عمر را میگرفت اینجا چی کار میکنی؟ میگفت یا رسول الله این نالی اخم من بنی قریزه لهو نمیدونم جوام الیهود جوام التورات. یک دوست یهودی دارم، دارم از دوست یهودی جوام التورات را جمع میکنم. این اشداء علی الکفار بود؟ این مصداقش بود؟ آیه‌ای که میگه اشداء علی الکفار مصداق اتمش علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. بله درست شد. بله. در مقابل صوفیان میگن وحی آمد به ابراهیم ادهم. پیغمبر بود؟ به هیچ وجه. وصی پیغمبر بود؟ به هیچ وجه. ادعای پیغمبری داشت؟ نه. چرا آقای صوفی، آقای عارف سقیفه، آقای عارف از علمای محترم اهل سنت، شما میفرمایید وحی آمد ای ابراهیم اخلاقت را تنظیم کن، در حین برخورد با کفار هم شما ملاحظاتی داشته باش، کم بیار. این چه ربطی با آیه اشداء علی الکفار داره؟ بفرمایید حدیثش را اگر بخونید. حسن خلقک ولو مع الکفار. خوش اخلاق باش اگر چه با کفار. خب این ها ممکنه میخوام بگن در یه مجلس در یک محفل اگر اینه بنویسید منظور اینه. این آیه، این جمله میگن آیه است، این آیه شما که میگه از قرآن از خدا به ابراهیم ادهم نازل شده، شما این را در مقابل اشداء علی الکفار بایستی کنار بیارید ببینیم چه شکلی اینها با هم جور در میان. بالاخره یه توضیحی، تفسیری، بیانی، بله، تبیین، اینا یک نفر دوری نقل میکنید و رد میشید. میره داخل دانشکده درس عرفان میخونه چند ترم، هم اشداء علی الکفار را میبینه هم آیه نازل شده بر ابراهیم ادهم را که قسم میخورم دروغه، آیه به اینها نازل نمیشد. اینا خیالاتی بودن، اینا بیماری های خاص روانی داشتن،
دست‌های زیرزمین اینها را شناسایی کرد، اسمشو گذاشت چی؟ عرفا. خب آقای عرفا شما مقابل قرآنی، پس شما اصلا مسلمان نیستید. موافق قرآنی این آیه تو قابل عمل، قابل نشر نیست. این چه دعاییست که وحش بر من شد یا بر فلانی وحش شد؟ ببینید یک عبارتی من آماده کرده بودم. پیغمبر اسلام عبارتی داره، این آقایان نقل کردن، الدنیا حیتون قاتله. یعنی چی؟ دنیا ماریست کشنده. پس این که در آیات قرآنی، روایات اسلامی تمام مال و اولاد را زینت حساب کرده، اینه لحب الخیر لشدید در قرآن، المال و البنون زینت الحیات دنیا. یک، در سوره عادیات مال را خیر معرفی کرده، اون مال حرام است که زمینه جهنمه. شما چگونه میاد به اسم پیغمبر نقل میکنه دنیا مار چی؟ مار کشنده است. بله، مار زنگی است. این مار زنگی 120. ببینید، از علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدن راجع به این دنیا، راجع به کره زمین، گفت احترام کنید به کره زمین. چرا؟ لأنه چیز مسجد الملائکه. درسته یا نه؟ قبل از ما چه کسی سجده میکرد به آدم؟ محل سجود ملائکه، محل سجود انسانه، محل نزول وحی 124 هزار پیغمبره. فرمود احترام، اکرمو، عبارت درست یادم نیست، به زمین احترام کنید، لأنها امکم، به منزله مادرتونه. چرا؟ ریشه است دیگه. بله دیگه، از اینجا بود، از خاکه بالاخره. ما هم عرض میکنیم آقا شما این روایات را که به این شکل مبدعی نداره، گاهی میگید به ابراهیم ادهم نازل شد، گاهی میگید پیغمبر اسلام فرمود که در هیچ کتاب پیدا نمیشه، شما هیچ چهارچوبی، قاعدهی، ضابطهی ندارید. یکی از اون طرف میگه آقا جان محبت برای ابوبکر، عمر، عثمان، ایمان. از اون طرف میگه تمام انواع محبت جور ظلمه، جور است و ستم است. و مثلا نمونه دارم میگم، میگه رسول خدا فرموده خیر تو بین ان اکون نبیین ملکن و بین ان اکون نبیین فقیرن، فاخترت ان اکون نبیین فقیرن، اجوع یومن و اشبع یوما. عملا این طوری بود. میگه خداوند، پیغمبر اسلام میگه فرموده خداوند من مخیر کرده، من مثل حضرت داوود و سلیمان پیغمبری باشم، پادشاه، شاهانه زندگی کنم، یا پیغمبر فقیری باشم، یک روز سیر، یک روز گرسنه. دومی را انتخاب کردم، گفتم خدا من پادشاهی نمیخوام، میخوام پیغمبر چی؟ فقیر باشم. کجاست این سند؟ قرآن همچون چیزی داره؟ نه، ادعاست دیگه، جعله. گیرم این روایت درسته، درست؟ کی پیغمبر فرموده یک روز در میان من باید گرسنه باشم؟ کی بوده پیغمبر بیا این روز هیچی نمیخورم، امروز یک روز در میان من باید گرسنه باشم؟ کی بوده؟ به سیره حضرت مراجعه کنیم چنین چیزی پیدا نمیکنه. خب سوال این است، یعنی با واقعیت مطابقت نداره. سوال این است که این جمله را بگم، خیر الناس فی آخر الزمان خفیف الحال. میگه پیغمبر فرموده آخر الزمان کسانی خوشبختن که خفیف الحال. قیل یا رسول الله ما خفیف الحال؟ خفیف الحال یعنی چه؟ قال الذی لا اهل له ولا ولد له. بجه ها لا مال الله ولا ولد الله، یعنی چی؟ یعنی کسانی که خانواده و خاندان و فرزندانی ندارن، این همون تجرد این و روحانیت. احسن، این همون صوفی بیابان نشینه دیگه. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیه. خب ما یک قرآن، آقای شهیدی، ما یک قرآن داریم، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این یک، از اون طرف هم بگه اموال شما، اولاد شما زینته. از اون طرف هم میگه در مقابل چی؟ کفار چی بشید؟ اشداء. بله، شدید باشید، سرسخت باشید. سخت با چی سرسخت باشیم؟ با امکاناتی که عرف میگه آقا سرسخت میتونه باشی، درست؟
حالا این اسلام قرآن را بذار بغل این اسلام. پیغمبر اسلام فرمود من توصیه میکنم آخر زمان با پیشرفت علمینا که رسید شما کاری بکنید، نه اهلی داشته باشید نه اولادی نه مالی. بعضی از دوستان تعبیر دارن میگن لات لوت آسمان جل، یعنی مجرد زندگی کنن، یعنی ازدواج نکنن. اون وقت اون ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر این حدیث مسلمه دیگه متون شیعه و سنی که ازدواج تشکیل خانواده من پیامبره. عبارت رو عوض کن، جمله جالبیه. شما این تعبیر رو قشنگ توی فارسی میان، آقا تأسیس و تشکیل خانواده دادن، دارای خانواده بودن، زن بچه داشتن سنت منه. دنبالش با. اگر کسی این سنت را قبول نکنه اصلا در دین من در سنت من نیست، باشه از سنت من درست بیرون از سنت، بیرون از خط قرمز منه. این آقا میگه پیغمبر فرموده است که بخواید خوشبخت بشید شما چی میگه فاتحه زن و بچه رو بخونید. این چی دینیه، این چی عرفانیه شما در مقابل پیغمبر استادید؟ این عرفانه، این که همون روحانیتیه که بالاخره خداوند اون رو رد فرموده در قرآن کریم. خلاصه متاسفانه از اساس اینجوریه، از زیر سواله، از اساس دکان بارز و علنی است در مقابل چی؟ اهل بیت، رسول خدا و قرآن و اهل بیت. خب ایشون آیه آورده از طرف خدا، رسول خدا ایمان آیه آورده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی، اول آیه اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کی؟ شهر و رمضان. درسته ما هم میخونیم یا علی و یا عظیم، دعا میرسه به چی؟ یا غفور و یا رحیم. بله شهر بعد انت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. این دعای همیشه ماست. اینجا میگه قال رسول الله خیر الصيام صوم اخي داوود، بهترین نوع روزه گرفتن صوم برادرم حضرت داوود. چگونه بوده؟ میگه یک روز گرفتن یک روز نگرفتن، در تفسیرش آمده سه روز گرفتن سه روز نگرفتن، شکل داره. خب بگیریم نگیریم، شما ای پیغمبر اسلام از طرف خدا روزه ماه رمضان را آوردی، طبق منطق آقایان چی؟ صوفی ها بهترین صوم صوم حضرت داوده. خب داوده به ما چه ربطی داره؟ اگر شما میخواهید بفرمایید شما مسلمین عمل کنید، خب برو بفرما در یه آیه در روایتی چی میگن این آقایان صوفی ها؟ این دعا، این ببخشید صوم داوود صوم مشروع اسلامه، خب بنویسید. پس آقا اینها ذوقیات خیالاتی از خیالات انسانهایی بودن تعادل روحی نداشتن، اینها شناسایی شده هستند، دسته های پشت پرده اینها را جهت داده، در مقابل قرآن و فقه قرار داده. بایزید بسطام میگه خدا به من دیشب گفت، جنید میگه دیروز به من وحی شد، ابن عربی میگه تمام این کتاب را خداوند به من فرستاد، ابراهیم ادهم میگه دیشب خدا به من حرفا را زد، ابوالحسن خرقانی میگه من دو سال از خدا کوچکترم. شما خدا به دنیا اومده، خدای ازلی و ابدی، تو دو سال کوچکتری، این همش در تناقض. لم یلد و لم یولد. شما که قرآن دارید رسول خدا دارید، چی کسی گفته کلنگ بردارید یک تونلی بزنید به سوی خدا بگید آقا مکاشفه دارم، خدا با من صحبت کرده؟ بالاخره این گفته های شما تحت اشراف فقه پیغمبر اسلام هست یا نیست؟ یا حاکم بر اونه؟ نه دیگه، خودشون در تعلیف گفتن که چی هیچ چارچوبی نداره. نداریم. لذا عرض میکنم. یعنی ادعا دیگه. بله، عرض میکنم. الان چرا بنده و جناب عالی نیاییم و ادعا نکنی؟ من چرا این آقا مسلمونا یه میلیارد خورده ای ادعا نکنن؟ هر کی هر چی میخواد بگه و بگه این عرفان دیگه، خودش داره میگه چارچوبی نداره. نداره.
بله. از همه عارفن؟ بله. و همه هر چی دلشون میخواد. آفرین. بالا بیا ترتیبی مگوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. آفرین. ما یادم رفته بود شما اشاره کرده یکی جلسات قبل بود که بله. خوندیم یکی از عرفای اهل سنت میگه تصوف چیزی که چارچوبی نداره. منم هم میگم همینه. خط قرمزی شما ندارید، تعادلی ندارید، خط مستقیمی ندارید. حالا من تبلیغ نمی کنم، شما برید در یوتیوب یا بزنید دراویش. بله. دراویش ببینید اینا موهای زیادی دارن، بندگان خود آدم های صافی هم هستن، مغرض نیستن، خالصن، مؤمنن، خبر ندارن بر سرشون کلاه. یعنی اکثریت اون مردم عامی 99 درصد صوفی ها که من میشناسم متدین خالصن. بله، پیرو متصوف هستن و ما حالا چه در شیعه چه در سنی اونها رو از نزدیک هم و بیش دیدیم و شناختیم. دیدم انسان های بندگان خدا پاک مؤمن دوست دارن متدین بله. باشن، عاشق علی ابن ابی طالب عاشق اهل بیت باشن، ولی نمیدانند قافله اینها را حرکت داده جلودار قافله شون ضد علی ابن ابی طالب. از سر نخ قافله، سر نخ کجاست؟ این آقایان میبینیم خب دور ها دور گرد میستن، سرشون رو تکان میدن، موهاشون رو تکان میدن، یکی هم دم میزنه، چی میکنه چی میکنه، هم از عشق مذهبه. درست. ما به اینها اشکال وارد نکردیم، میگیم شما این حرکاتتون را از آیاتی گرفتید، بفرمایید. خب خدا چون این دستوری نداده، یک پیغمبری از انبیای گذشته همچنین مراسمی داشته، بفرما کجاست؟ قطعا ندارید. سه کدوم یکی از معصومین یا بفرمایید خاندان پیغمبر این کار را میکردن؟ یعنی خود قرآن البته در اونجاهایی که میخواد بگه بیایید در خونه خدا جوری دیگه فرموده، نگفته با دف و تنبک و داریه و اینها بیایید، بلکه فرموده بالاخره هر شبت که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، در خونه خدا میایید با دف و تنبک نفرموده، گفته با گریه و زاری و خشوع و انابه و بله. انابه و ابتهال بیارید در خونه خدا. چند تا آیه داریم در این زمینه؟ ببینید صفحه 255 از کتاب فرهنگ معصورات عربی جناب دکتر صدرنیا بله. یک سطر ریز همه آدرسه، تنها در شطحیات اجازه بده بشمارم ظاهرن شش، بله شش مورد در یک کتاب، بقیه باشه. میگه رسول خدا فرموده رأیت ربی فی احسن صوره، رسول خدا فرموده خدا را خیل... در بله در یک بهترین وجهی بهترین شکلی چکار کردم زیارت کردم. من یک دخل تصرفی بکنم در این عبارت، آفرین میخوام بگم ایشون میگه من خدا را دیدم خیلی خوشگل بود. این آیه قرآن را شما واقعا ازش حیا نمی کنید؟ لا تدرک الابصار، شما واقعا یا خطاب به حضرت موسی لن ترانی هرگز مرا نخواهی دید، آیا لیس کمثل شی کافی نیست؟ این همه آیات بنده بگم کل تورات مربوط به رؤیت ده ها آیه میگه خدا دیدنی، قرآن میگه دیدنی نیست، ولی این عرفا تابع تورات شدن، خودشون هم نمی فهمن. بنده عرض میکنم بنده تورات را دو بار، کل تورات نه تورات بله. کل کتب عهدین عهد عتیق بررسی کردم، آقا این خدایی که خوشگل هست خدا بله. زمین میاد کنار ستون خیمه مینشینه، گاهی عصبانی میشه، گاهی میخنده، قهقه میزنه، گاهی خیلی پشیمان از کاراشه. تمام این خدای صوفیان سقیفه‌ای یعنی عرفای اهل سنت این خدای توراته. آقایون چون خودشون تعادل نداشتن یک خدای غیر متعادل را همچی معرفی فرمودن. بله. به فرمایش شما گاهی میخنده گاهی میگریه. بله. پشیمان اونم... میشه. بله. میگن چرا فلان را آفریدن. پشیمان میشه. بله. بله. بسیار عالی. دیگه اگر جمله خاصی ندارید وقتمون تمام میشه. یک جمله. بفرمایید. ربی زدنی تحیرا. میگه پیغمبر فرموده تحیر دو تا معنا داره، حیرانی و چی سرگردانی. یکی هم گیجی گیج بله دیگه کسی که گیج بشه منگ بشه اینم بهش میگن پیغمبر. میگه پیغمبر دعا میکرد میگه خدایا بنده را متحیر و گیج بفرما،
قرآن گفته سرگردان. آقا حیران. این دعاهای صحیفه سجادیه کجا آمده؟ گیجم کن. قرآن گفته بگید خدایا یقینم رو زیاد کن. یقین یقین، این میگه تحیر و سرگردانی. این متن تورات گفته چون انبیای بنی اسرائیل حضرت موسی امتش گوش نکردن، خداوند متحیر کرد، اینها حیران موندن در تیه یتیهون. چون انبیای ببخشید قوم بنی اسرائیل در اثر گناهشون متحیر موندن، بیچاره موندن، گیج موندن، اینو آوردن برای من مقام عرفانی ساختن. و سلام که بگن اون خودش یه مقامی است. یه مقامی است، بله، نه اینکه من قصتی باشه. بله اونو درست کنن. احسنتم، بسیار عالی، طیب الله انفاسکم، استفاده کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که ملاحظه می‌فرمایید در این برنامه بیانات نکاتی رو جناب استاد بیان می‌فرمایند که قبلا نمیشه بگیم کمتر گفته شده، بلکه اصلا گفته نشده و قابل تأمل هست. گفته نشده، شنیده نشده، جدید هست، بدیع هست و بدیع. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا بیانات دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. اللهم عجل لولی کالفرج. خدا نگهدار. یا علی مدد. یا الله.